دنیا همیشه واسه من کرک بودم و نامردی. به هر کی گفتم نوکرتم و خنجر کوبید تو این جیگرم. سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن. به اون خدا قسم میرم سر تو علمه بیدعلمی ببرم. حرفی بگو. مگه کار دیگه ای میتونستم بکنم که تنها نرم؟ تو که اونا ول نمی کنی و با ما بیای. او مال وقتی بود که اون نبود. حرفت بفهم داشه، اون نه به ما کاری داره نه به تو. تو همچی از اون میگه مثل اینکه کرمتون نهاله. اتفاقی که در سینمای مسعودی که میفته با فیلم غزل، موسیقی اسفندیار و منفردزاده هم متناسب با همون جهان عوض میشه. در واقع با غزلی که ما از بیرون آدم‌ها و اون واکنش‌های بیرونی، اعتراض‌های بیرونیشون، ما به درون آدم‌های سینمای مسعود کیمیایی نزدیک میشیم. در واقع تمرکز روی درون آدم‌های سینمای مسعود کیمیایی، عاشق شدن اونها و نوع برخوردشون با مقوله عشق در این فیلم نمود پیدا میکنه که فیلم بسیار زیبایی هم است. ما موسیقی به عنوان تماشاگر موسیقی متن با خود فیلم میسنجیم. وقتی خود فیلم به ما تأثیر میذاره، موسیقی رو ما تأثیر میذاره. غزل جزو فیلم‌های عاشقانه کیمیایی بود و موسیقی هم رفت تو فضای عاشقانه. و چون فیلم به قدرت گوستان نبوده، بعد از گوستان آمد، سالی هم آمد که اون طرفش کندو بود، یه خورده در واقع تحت تاثیر کندو هم قرار گرفت. اون موقع یه کندوی اون طرف بود که خب فیلم خیلی اعتراضیه، به نظر من غریبی هستن فیلم. این طرف غزل بود که فیلم عاشقانه‌ایه کیمیایی بعد از گوستان، حالا شده غزل، یه خورده به حال برای تماشاش. اما الان که نگاه میکنم موسیقی بسیار خوبی داره. این امکان رو به وجود آوردند اسفندیار منفردزاده و مسعود کیمیایی که از همدیگه یاد بگیرن، به همدیگه کمک کنند. خب شاید همه کاراشون هم به قدرت مثلا قیصر یا گوزت ها نباشه، کما اینکه به نظرم مثلا فیلمی که بر اساس مزاحم ساخت مال برخس، فیلمی به نام غزل، اون رنگ و بو و اون طعم همیشگی محصولات مشترک مسعود کیمیایی و اسفندیار منفردزاده رو نداره. یه ترکیبی داره، به خصوص اون گیتاری کلاسیکی که توش استفاده میکنه، یک موقعیت تازه‌ای رو میآفرینه که البته که جدید و جذابه، اما شاید با رنگ و بو و انتظار مخاطب از آثار این دوتا خیلی همخوانی نداشته باشه. اسفندیار منفردزاده در موسیقی فیلم غزل، یکی از کارهای بسیار زیبایی که در واقع معرفی میکنه همین تمرکز روی عشق. باز اینجا هم اون مسئله تحلیل آهنگساز از جهان فیلم و تعامل و درکی که از فیلم کارگردان یا جهان ذهنی کارگردان داره اینجا نمود پیدا میکنه. فیلم غزل را اگر دقت بکنیم، ما یک چیزی هلوش یک سوم اولیه‌اش، یعنی تا قبل از ورود غزل به داستان فیلم، اصلا موسیقی نداره این فیلم. یعنی بر حسب اون عادت همیشه که تیتراژ فیلم‌ها هم حتی موسیقی داره، در فیلم غزل تیتراژ هم موسیقی نداره. با معرفی غزله که، با ورود غزله که در واقع ما موسیقی فیلم برامون آغاز میشه، موسیقی فیلم تعریف میشه و تمام فیلم هم سراغ همین عشق میره. Thank you.
خشکت زده ها؟ دیگر نفست گرمه براگم. دست پر آمدی. عوض درخت هاست که دنبالشان گشتی؟ غزل که میگفتم اینه. نمود دیگرش این که یک سکانس دعوایی داریم در جایی از فیلم. اونجا فیلم موسیقی اصلا نداره، چون مسئله فیلم اون کتککاریه نیست و همواره به سمت موسیقی عشق حجت و زینی و غزل این موسیقی متمایله، با یک تمپوی آروم که در واقع میشه گفت فیلم به سمت هیجان نره، به سمت اون رسوب کردن، اون نشست کردن عشق در درون این دو برادر، در واقع موسیقی هم اون رو روایت میکنه. ما چیه تو رو بزنم؟ نگاه نگاه این واسط خوشگلی میاره که خودت هم کار کنی؟ داشه برار تو داشه درد میزد که خطر خیلی غزل شده بیچاره تو میکنم. غزل هم همون مؤلفه های همه آثار دیگر اسفندیار منفردزاده رو داره، نوع ارکستراسیون، برخوردش با ارکستر، پرسپکتیو ارکستر، تلقیش از ملودی و بافتی که ایجاد میکنه. تقریبا میتونم بین غزل، موسیقی غزل و موسیقی گوزنها و لحظاتی از قیصر، نه جاهایی که سازهای کوبه‌ای و مثلا چیز هست، میشه شباهت‌هایی پیدا کرد. یعنی اگر که شما قسمت ترانه رو در نظر نگیرید، اون چیزهایی که در باش صحبت، یعنی فقط بخواید موسیقی رو به لحاظ کیفیت خود موسیقی لحاظ بکنید، کاملا رد پای نیکیس تئودوراکیس، آهنگساز یونانی، در این آثار دیده میشه. پیداست که منفردزاده دوست داره این آهنگساز رو، خیلی خیلی معلومه. در همه این آثار ساختمان حرکت موتیف ها، جنس سازبندی، تدائی های ریتمیک، همشون یه نسبتی با تئودوراکیس داره، یه جاهایی هم یه خورده بعضی وقتا زاناکیس رو به یاد میاره، ولی به صورت مشخص پیداست که منفردزاده داره موسیقی اون روز یونان رو دنبال میکنه و از تئودوراکیس خیلی داره تاثیر میگیره. استفاده از گیتار، استفاده از یک ارکستر زهی مدل قدیمی، مدل باروکی، حتی اگه بخوام بگیم یک کوارتت زهی اگر اشتباه نکنم، علاوه اون استفاده از گیتار با رجیسترهای بالا شارپ، یک فضای شفاف گیتار، این عشق زیبای غزل و دو برادر رو به نظر من منفردزاده به زیبایی باز در این فیلم نمود داده. در مورد تمش، استفاده از تم، نوع بست و گسترش این تم، در مورد همه این موارد میشه در مورد این فیلم صحبت کرد و بهش ارجاع داد، اما شنیدن خود این موسیقی انقدر لذت بخش بوده برای من که من هرگاه وارد بخوام تحلیل ایناش بشم، خود اون موسیقی در ذهنم حاضر میشه و بی واسطه نمیتونم در مورد صحبت بکنم. ببینید، موسیقی فیلم موسیقی هستش که از فیلم بیرون نمیزنه و احساس خودش رو 100% منتقل میکنه، ولی تمام آثار بزرگ دنیا، حتی کارهای هیچکاک، تمام اونها ارکستر سمفونیک اجرا کرده و به عنوان یک موسیقی مستقل، به عنوان یک سویت اجرا شده، به عنوان یک سویت موسیقی کلاسیک اجرا شده. این که من به یادم بیاد نهایتی که تقصیر کارگردانی یا آهنگساز نیست، ممکنه یکی خیلی علاقه من باشه موسیقی به ذهنش بیاد، ولی شما از موسیقی های موفق دنیا مثل بنهور که روژا کار کرده ارکستر سمفونیک اجراش میکنه، بیایم نزدیکتر جان ویلیامز بیشتر کارهایی که اجرا کرده، شما حالا موسیقی معروف فرانس شیندلر رو که هممون عاشقشیم کجای فیلمه؟ ما نمیتونیم یادمون نمیاد کجای فیلم، چون اینقدر تو فیلم حله، ولی همه اون ملودیش با دهنمون میزنیم. این موسیقی فیلمه که میتونه درست باشه. موسیقی فیلم، موسیقی در فیلم بیرون نمیزنه، خودنمایی نمیکنه، ولی موسیقیه. حقیقتا اگر که امروز با یه زاویه دور تاریخی نگاه بکنیم، در پیش از انقلاب ما آهنگسازی پرکارتر و با امضامندتر
از آقای منفردزاده پیدا نمی‌کنیم. البته که مثلا آقای چکنواریان بیتار رو نوشتند. خانم فوزی مجد برای چندین مستند موسیقی نوشتند. خانم شیدا قرشداغی برای رگبار موسیقی نوشتند و اینها همه موسیقی‌های بسیار شاخصی هستند. اما منفردزاده بسیار پرکارتر از همشون و چون تعداد آثار میره بالا، شما امضای هنرمند رو بیشتر می‌تونید تشخیص بدید و خط سیرش، اون سیر اون تیکی که در واقع طی میشه تا زمانی که قطع میشه و ما اون رو هم دیگه در فرهنگمون نداریم و او رو هم از دست میدیم، اسفندیار منفردزاده رو هم میشه دید در آثارش. و فکر کنم این آخرین همکاری مسعود کیمیایی و اسفندیار منفردزاده است، چون در فیلم بعدی در واقع با آقای اسماعیل ماهان و مجید انتظامی همکاریشون شروع میشه به نام سفر سگ. من اعتقاد اصلا ندارم چه ساعتم نشد این چی باش.